سلام امروز میخوام راجع به حرف یا پارتیکلای چی در زبان ایتالیایی صحبت کنم نقش حرف چی در زبان ایتالیایی و درست حرف زدن زبان ایتالیایی خیلی مهمه و تجربه به من ثابت کرده که یکی از همون نکات تاریکیه که توی زبان ایتالیایی وجود داره یعنی یا ما یادش نگرفتیم یا اگه یادش گرفتیم فقط حفظش کرد قبل از اینکه شروع کنم من ما ازتون میخوام تا توی این کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر شد از اون با خبر بشید و بیایید و ویدیو رو تماشا کنید حالا بریم سراغ حرف چی با ساده ترین روش استفاده از حرف چی شروع میکنیم؟ چی به عنوان پرونوم پرسونال دیرتو یا زمیر شخصی مستقیم و معنی نوی یا ما میده یه مثال ببینیم با هم. Quella donna ci guarda. Quella donna guarda noi. Pas in gio ci gioie noi rogherefte. Un zanè dore morone gamicone. di che pevini? Marco ci ha portato in stazione. Marco ha portato noi in estazione. Marco chio bordebe isca, moro bordebe isca. پس در اولین مورد استفاده از چی پرونوم پرسونال دیرتو یا زمیر شخصی مستقیمه و جای نوی یا ما رو میگیره حالا بریم سراغ دومین مورد استفاده از حرف چی چی به عنوان پرونوم پرسونال این یا زمیر شخصی غیر مستقیم این مثال ببینید مارکو چی ها تلفوناتو؟ مارکو ها نوی پس اینجا چی جای انوی یا به ما رو گرفته مارکو به کی تلفن زده مارکو به ما تلفن زده در این حالت چی جای به ما رو میگیره البته چی میتونه معنی های دیگه ای هم بده با اون پسر با اون دختر با اون آقا با اون خانوم با اونها چند تا مثال ببینیم تا روشن بشه کنوشی استفانو سی چی او لاوراتو دو انیفا سی او لاوراتو کن لوی دو انیفا پس اینجا چی جای کنلو یا با اون اوی مذکر رو گرفته یه مثال دیگه ببینید ای ویستو بمبینی سی چی جوکاتو دو مینوتی فا سی او جوکاتو لورو دو مینوتی یا با اونها اینجا چی جای کنلو رو یا با اونها رو گرفته پس در اینجا چی زمیر شخصی غیر مستقیمه و جای به ما با ما با اوی مذکر و مؤنث و با اونها رو میگیره بریم سراغ سومین مورد استفاده از حرف چی چی در این حالت قید مکانه و جای یه مکانی رو میگیره که ما توی صحبت هامون قبلتر بهش اشاره کردیم نقش چی اینجا خیلی مهمه و جلوی تکرار رو میگیره جوری که جمله ما طبیعی تر به نظر میاد این مثال رو ببینید تی پی اچن در الچینما سی و الچین الچین ما. الچین ما. دو اسپس و الچینما نیدید الچینما دو دوبار تکرار شده و جمله ما خیلی طبیعی نیست حالا این ورژن از همون جمله رو ببینید تی پیچه اندر آل چینما سی چی وادو اسپسو سی چی وادو اسپسو میبینید چقدر بهتر شد طبیعی تر و بدون تکرار یه مثال دیگه ببینید دومانی وادو آل ماره دافیرو چی وادو ان کیو. دومانی وادو آل ماره دافیرو چی وادو ان کیو. چی جای آل ماره رو میگیره Ci veie sarfeci. particella pronominale bo in ma ogni ham stefada A questo, a quello, con questo, con quello. Chanta mi salve vieni in Hai pensato a dove andare a pranzo domani? Sì, ci ho pensato, sto a casa. Sì, ci ho pensato, sto a casa. A che cosa ho pensato? A dove andare a pranzo? Sì, ci ho pensato. Sto a casa. In giacimania a questo mide. A che cosa ho pensato? A dove andare a pranzo? Allora io mi sono ripetuto a che ci mani e bo un mide. Che cosa fai con quel sapone? Ci lavo le mani. Con quel sapone lavo le mani. con quel sapone lavo به جایی که بگیم کن کل سپون میگیم چی برای اینکه قبلتر بهش اشاره شده و دیگه نیاز نیست ما هی تکرار بکنیم جمله رو حالا بریم مورد آخر استفاده از حرف چی رو ببینیم چی قسمتی از فعل اسر چی هم هست حتما تا حالا چه چی سونو چرا چرانو این فعل اسر چی است در زمان اینفینیتو بریم چند تا مثال ببینیم چه اون کمپیوتر sul تاولو؟ dovrebbe وجود و جایی کامپیوتر روی میز اشاره میکنه. چه اون کمپیوتر سل تاولو؟ چه اون توپو نلا cucina؟ Ci چی سونو persone پرسونه الریستورانت است سیره؟ چی البته تو یه سری از فعلای پرونومینال هم استفاده میشه مثل ولرچی، مترچی، که برای اونو قصد دارم ویدیوی جداگونه درست کنم. توصیه که به شما دارم اینه که حالتهای مختلف استفاده از چی رو که توی این ویدیو به اونا اشاره کردم یه بار دیگه مرور کنید و سعی کنید جملات جدیدی رو با چی بسازید و اگه سوالی داشتید یا دوست داشتید جملاتتون رو من ببینم حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید من همشون رو میخونم و اگه سوالی بود حتما جواب میدم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب کردن کانال هم یادتون نره تا ویدیوی بعدی خداحافظ Altyazı M.K.